آغاز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. قبل از هر چیز شب یلدا رو بهتون تبریک میگم. براتون آرزوی سلامتی دارم در این شبهای سرد و تاریک زمستانی. ایشالله که خورشید قلب شما گرم و نورانی باشه و زندگی پربار و پربرکتی رو در پیش رو داشته باشید. البته نزدیک کریسمس هم هست، تولد حضرت مسیح، به هر حال پیامبر عشق و دوستی رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که از آموزه های این پیامبر بزرگ الهی نیز ما درس بگیریم، بلکه بتوانیم که جامعه بهتر و مهربانتری را در جهان هستی به وجود بیاریم اگر بتوانیم با شیطان نفس خودمون مبارزه بکنیم به لطف و عنایت الهی. خب با اجازت من اسکرین شیر خودم رو سلام همه، مخصوصا برای آقای دکتر، خیلی خوشحالم میبینم اتون. سلام علیکم. ما لطف کنید خودتون رو میوت کنید که ما جلسه رو شروع کنیم. خب سلام، عرض به خدمتتون که سلام عرض به خدمتتون که اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته چند تا داستان رو ما با همدیگه مرور کردیم. من یک برها هایلایتی از جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد این جلسه امروز خودمون میشیم. در جلسه گذشته یکی اون داستان نه این داستان حکایت صیادی که خودشو در چیز پیچیده بود رو مال جلسه قبل از جلسه گذشته بود و من فقط یکی دو تا بله یکیش اون داستان به اصطلاح عاشقی بود که معشوق بهش گفته بود که بیام به سر میزنم، بیدار باش تا به اصطلاح بیام بهت لوبیا بدم یا مثلا خوراکی لوبیا برای تو بیارم. نمادی این داستان از این قرار بود که مولانا گفت اون کسانی که عاشق هستند هرگز خواب به چشمشون راه پیدا نمیکنه، خصوصا وقتی که معشوق وعده دیدار میدهد. خب گفتیم که حافظ این رو به خوبی اشاره کرد، گفتش که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات بود. یعنی خداوند یه وقتی عنایتی به افراد میکنه، اگر طرف به اصطلاح زمینش رو داشته باشه و آمادگیش رو داشته باشه و اشتیاقش رو داشته باشه، اون لمعات نور رو طبیعتا درک میکنه و به اون چی که مقصودش هست نیست. اما اگر که مثل عاشق داستان ما باشه، خب طبیعتا خوابش میبره و اون فرصت رو متاسفانه از دست میده. این یه نکته. نکته بعدی این بود که گفتش که داستان اون به اصطلاح امیر مخموری بود که به اصطلاح شب تا صبح، حالا این درست عکس اون داستان قبلیه، شب تا صبح می خورده بود، حالا وقت سحر درخواست مطرب میکرد. یعنی ببینید اون کسی که شب تا صبح بیداری کشیده، حالا این میگه می، ولی در واقع می معرفته، می الهیست و حالا صبحگاه که شده به دنبال طرب میگرده، به دنبال اون خبر خوش میگرده، به دنبال اون شادمانی میگرده. بنابراین میاد و به اصطلاح مطرب میخواد صبح سر که بیاد براش بزنه. مطرب وقتی که میاد و باهاش شروع میکنه به اصطلاح موسیقی نواختن، بهش میگه که شروع میکنه در منفی صحبت کردن، میگه نمیدونم اینو بگم، نمیدونم اونو بگم، نمیدونم چی باید بگم، و این ناراحت میشه. اون امیر توت بهش میگه که چرا منفی صحبت میکنی؟ نگو من اینو نمیدونم، اونو نمیدونم، اونو نمیدونم، بگو چی رو میدونی، همونی که میدونی رو بگو. و این جوابی که میده بسیار به اصطلاح فراتر از سواله. میگه ببین من به تو نمیگم، خیلی چیزایی رو میگم که اونی که باید بگم رو نگم، به خاطر اینکه تو مشتاق بشی که آنچه را که باید بدانی و دلت میخواد بدانی را بدانی، یعنی انگیزه رو در تو به وجود میارن
وقتی که مردی تو حقایق رو درک کنی. بعد توضیح دادیم که این که مردی، نه به این که مثلا مردی خاطر میکنی، به این مفهوم که تو در طول زندگیت مرتب میمیری و زنده میشی. شما از نوزادی میمیرید به مرحله کودکی میرسید، در مرحله کودکی میمیرید به دوران حالا مثلا بگیم بچه، بچه بودن میرسید، از اون میمیرید به نوجوانی، از اون میمیرید به جوانی، از اون میمیرید به میانسالی و آخرش هم به پیر خردمند تبدیل میشه. بنابراین ما در طول زندگیمون مرگ و زندگی هایی داریم که مرگ و زندگی های تحولی هستن و ما حتی گاهی اوقات در دوران پیر خردمندیمون هم میمیریم و به یک آگاهی های جدیدی میرسیم. یه حقایقی بر ما کشف میشه که میگه اه، تا به حال ما به این نرسیده بودیم یا به اینجوری به دنیا نگاه نکرد. به همین دلیل هم گفتم که انسان هایی که خیلی در سطح والایی قرار دارن هرگز نمیگن که عقیده من این است و تا همیشه همین عقیده بود. نه، همیشه ما میتونیم یه عقیده ای داشته باشیم، از عقیده مون هم خیلی قشنگ دفاع کنیم، استدلال کنیم، اما یه وقت ممکنه یه نفری یا یه اتفاقی چشم ما رو به یک دنیای جدیدی باز کنه. اون وقت دیدگاه ما عوض میشه. ما نمیتونیم دوگم باشیم بگیم چون مثلا پارسال این حرف رو زدم یا 8 سال پیش این حرف رو زدم حالا دیگه تا آخر عمرم باید همون حرف رو بهش بچسبم و ازش جدا نشم. بنابراین این نکاتی هستش که مولانا میگه. و بعد اون بیرون ریختن حقیقت علارغم جلوگیری کردن از آن رو در داستان آمدن ضریر به خانه پیامبر بیان میکنه. میگه که عایشه بسیار زیبا بود و موهاش هم سرخ بود، بهش میگفتن همیرا، صدای بسیار لطیفی هم داشت، به طوری که به قول مولانا میگه آنکه عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. میگفتن همه عالم و آدم عاشق این بودن که پیامبر با حرف بزنه اونا گوش کنن و از مسحور میشدن از صدای پیامبر و از کلام پیامبر. میگه اون آدم، اون پیامبر تازه وقتی میمت کنه بگفتش که همه ایرا تو برای من صحبت کن، تو حرف بزن، من آرامش بزن از شنیدن صدای تو، از هم کلام شدن با تو. ببین چقدر این حرف زیباست. میگه این خانوم توی منزل بود، یه کوری اومد به دیدن پیامبر، ایشون رفت خودشو حجاب کرد، رفت پشت در، رفت پشت مثلا چه میدونم اتاق بغلی و حجاب هم گرفت خودش. پیامبر بهش فرمود که خانم شما چرا از این که کور بنده خدا شما رو نمیده چرا حجاب گرفتی؟ گفتش که والا بازه حرفم نزد، با دست اشاره کرد، گفت اون کوره ولی من که دارم میبینمش. ضمن حتی حجاب صداش هم گرفته بود، یعنی حتی حرف نمیزد که طرف مثلا بشنده. بعد مولانا میگه که این یعنی این که زیبایی علارغم این که در حسن پیامبره، توی چادره، صداش هم مثلا کسی نمیخواد بشنوه، ولی این زیبایی این زن مثلا مشهور عام و خاص شده. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه زیبایی خودش رو نشون میده، ولی این که شما هر جوری بخوای اون رو بپوشونی که خودش رو نشون میده. بنابراین مولانا میگه که آن سخنان زیبایی که در قلب و جان من هستش، من سعی میکنم که حرف نزنم، اما این میخواد خودش نشون بده. دهانم رو میبندم، از چشمم میخواد بیاد بیرون، میبندم از گوشم میخواد بیاد بیرون، میبندم از نفسم میخواد بیاد بیرون. دقت کنید چه عرض میکنم. میگه برابری من حرف میزنم، حرفایی میزنم که اونایی که باید بگم رو نگم. خب بعد اشاره میکنه، میگه که در خموشی گفته ما از هر شبد، که ز من آن میل افزونتر شبد، حرف گفتن بستن آن روزن است، عین اظهار سخن پوشیدن است. میگه من که حرف میزنم حقایق رو میخوام بپوشونم. بلبلانه نعره زن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. میگه تو، من مثل بلبلی هستم که در مقابل گل میشینم آواز میخونم که حواس شما رو پرت کنم به صدای آواز خودم، که شما به گل چی نگاه نکنید، چون اون گل اصل قضیه است.
میخوام اون رو حفظش کنم. این رو بحث میکنه، میگه ولی حقایق جهان هستی برای کسانی که چشم روشن و چشم حقیقت بین دارند واضح است. اسرار در همه جهان هستی پخش، فقط تو کافی است که چشم اسرار بین داشته باشی، چشم جستجوگر داشته باشی، اسرار رو اونجا خواهی دید. بعد داستان شاعر حلبی میگه که مثالی که میزنه به عنوان یک عاشق سالک واله از خود گذشته در راه رسیدن به خداوند و یکی شدن با او، مثال امام حسین میزنه که میگه طرف شاعر به سرا شاعر وارد حلب میشه، حلب شیعیان توش زندگی میکنن که هنوزم شیعیان در سوریه هست. میگه میبینه که روز عاشورا اینا سیاه‌پوش کردن شهر رو و بیرون از شهر تکیه زدن و سینه میزنن و نوحه میخونن و عزاداری میکنن. بعد میگن میگه که چه خبره امروز، چه خبر شده؟ میگن که آقا مگه نمیدونی ما رو مسخره کردی؟ میگه نه نمیدونم، ولی معلومه که اگر کسی مرده که آدم بسیار بزرگواری بوده که مرده که اینجور براش عزاداری میکنه. میگم بله، سال روز شهادت امام حسین روز عاشورا مردی مرده که به اندازه 100 تا آدم مثلا جانش ارزش داره یا به اندازه یک قرن جانش ارزش داره. این حرفا، این میگه که خبرش رو تازه به شما رسیده؟ میگن نه خیلی 700 سال پیش مرده و ما خبر داشتیم. این میگه بچه را الان دارید عزاداری میکنید، بیچارا شماها نمیخواد برای امام حسین عزاداری کنید. امام حسین کسی بود که الان در پادشاهیش در ملکوت اعلای الهی است و از این قید و بند این دنیا رسته و الان در شادمانی داره زندگی میکنه. شما نمیخواد واسش گریه کنید، شما برید به حال خودتون گریه کنید که ادعای پیروی از امام حسین میکنید، اما یک ذره رنگ و بو و عمل و اعتقادات و ایمانی مثل اون نداره. شما خودتون به یک دریایی به نام امام حسین وصل میکنید، به اون دریای معرفته. اگر یه نفر آدم به یه جوب خودش رو وصل کنه، یه لیوان آب دادن برای کسی براش سخت نیست، بخل نمیبرد. اگر به دریا خودش رو وصل کنه که دیگه اصلا باید خیلی سخاوتمندتر باشه. اگر به دریایی وصل کنید که ابر هم برش داره مرتب میباره، یعنی بی نهایت، این دیگه باید خیلی از خود گذشته باشه. شما به اون دریای ابرناکی که ابر داره بهش میباره، یعنی خاندان ولایت و امام حسین و اینا وصل کرده خودتون رو، چرا هیچ آثاری از اونها در شما نیست؟ پس اگر گریه میکنید برید به حال خودتون گریه کنید، نمیکنید برای امام حسین گریه کنید. خب اینم میگه. و بعد داستان سحوری زدن بود که گفت یه نفر سحوری میزد. سحوری گفتم که وقتی هستش که شما روزهای ماه مبارک رمضان مثلا 2 ساعت قبل از طلوع فجر و در زمان طلوع فجر میامدن یه عده‌ای بودن که با طبل ریزی رو میزدن که مردم از خواب بیدار بشن، نه بترسن، فقط از خواب بیدار بشن که بگن آقا بلند شید دیگه الان وقت سحری خوردن میتونه. بعدم میزدن که حواستون جمع باشه که دیگه الان موقع فجره، دیگه نخورید که روزتون مثلا خراب نشه. این کارشون میگفتن سحوری زدن. طرف میاد میبینه یکی از این اینا که داره سحوری میزنه، اولا نیمه شب داره میزنه، یعنی قبل از به اصطلاح زمان بلند شدن برای چه میدونم حالا سحری خوردن، و بعدم جلوی خونه خالی داره میزنه. بهش میگه که این چی کار داری میکنی؟ بعد این کار احمقانه یه، برای چی داری میزنی جایی که نه کسی توشه، تازه بی وقت هم داری میزنی؟ و جوابی که به اصطلاح طرف میده، میگه که ببین اولا الان برای تو نیمه شبه، ولی برای من صبح سحره، من الان دارم روشنایی. دومی که تو فکر میکنی که کسی اینجا نیست، اما اونایی که باید این صدا رو بشنون میشنون، مهم نیست که کسی اینجا هست یا نیست. بعد مثال میزنه، میگه ببین این همه آدمی که میگن لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، در طول سال میلیون ها آدم حج به صلاح عمره میرن،
حالا اون دوره به اصطلاح حج تمتع هم که دیگه چند میلیون میرن که مثلا تو اون 10 روزه خاصی که باید برن زی حجه دیگه، اینا همشون دارن میگن لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا پذیرفتیم آنچه را که تو ما را دعوت، با آنچه که تو ما را دعوت کردی. هیچ کدومشون نمیگن ما میریم تو میریم اونجا که میگیم اسمش خانه خداست، از خدا کو، به کی ما داریم لبیک میگیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک کسی در جان و قلبشون هست که اینها رو فراخوان میکنه و اینها به او لبیک میگه. پس بنابراین این خانه اگر ظاهرا خالی است، اما از نور الهی اون خانه چیه؟ پر است. خب این نکته رو داریم میگه، نکته بسیار بسیار جالبیه. و بعدم میگه که من به بودانم که این قصر و سرا بزم جان افتاد خاکش کیمیا. میگه این خونه که من میبینی من دارم جلوش بسیار سحوری میزنم، من بوی عشق و بوی انسانیت رو در این خانه دارم استشمام میکنم و در اینجا بزم جان داره برگزار میشه و خاک این محل خاکش کیمیاست. هین در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نو بگیر، ور تو را شکی و ریبی رهزنه تاجران انبیا را کن سند، بس که افزود آن شهنشه بختشان می نتاند که کشیدن رختشان. دیگه ببین آنهایی که به حضور و وجود خداوند نیاز نیست، ما همه چیز رو به چشم میبینیم، ما مثل قوم موسی نیستیم که تا موسی از بینشون رفت فوری رفتن با اون همه معجزات که حضرت موسی آورده بود رفتن یک گوساله درست کردن چون میخواستن یک خدایی رو عبادت کنن که میبینن، در حالی که ما خدایی رو عبادت میکنیم که نمیبینیم و این ارزشش به همینه که حضور او را درک میکنیم نه وجود او را که وجود فیزیکی دارد یا ندارد. میگه وقتی که به اون ایمان داشته باشی، اون وقت نمونت که ازشون میتونی تأثیر کنی پیامبران بزن. پیامبران همشون یه تنه بر پادشاهان و بر اقوام و بر رؤسای قبایل و اینا به اصطلاح تازیدند، ایستادگی کردند و خداوند اونقدر بهشون لطف و عنایت کرد که به صورت نمادین حتی نمیتوانند بار این همه لطف رو با خودشون حمل کنند. بالاخره شما دیدید که همیشه پیامبران پیروز بودن و همیشه کفار شکست بودن. خب اینها رو گفت، حالا هنوز هم در کانتکس این هستش که حقایقی در جهان هستی وجود دارند که این حقایق پنهان هستند و یک چشم بصیرت بین یا با بصیرت میتواند حقایق را چکا کنه؟ پیدا کنه و اون گوهر رو کشف کنه. خوب دقت کنید، حالا داستان قصه بلال حبشی و شوق او و رنجاندن خواجه او را و معلوم کردن صدیق خاله او. اولا بلال رو شما میشناسید، بلال اون به اصطلاح چیزی بود که یک غلام حبشیه. ما در داستان ها غالبا این رو فکر میکنیم که غلام ابو جهل بوده، در تاریخ اینجور بوده که این غلام ابو جهل، اما اینجا داستانی که مولانا داره تعریف میکنه به اصطلاح صاحب بلال یه یهودیه، به اصطلاح ابو جهل نیست. اما حالا داستان رو بشون که این داستان قشنگه. تن فدای خار میکردان بلال، خواجهش میزد برای گوش ما، که چرا تو یاد احمد میکنی؟ بنده بد منکر دین منی. میزدن در آفتابش و بخار، او احد میگفت بهر افتخار. میبینید این بلال یه خاجهی داره، یه اربابی داره. اربابش به خاطر اینکه ایشون از دین اربابش که یهودی بوده برگشته و احد احد میکنه و پیامبر رو به عنوان پیامبر خودش قبول کرده، به دست اون ارباب داره شکنجه میشه. هر روز با شلاقی که خاردار بود اینو توی آفتاب میخوابوند روی زمین و شلاقش میزد که تو چرا به صلاح به پیامبر ایمان آوردی، به پیامبر عربی ایمان آوردی، و شکنجهش میده. ولی اون زیر شکنجه مرتب میگفت احد احد. خب تا که صدیق آن طرف برمید،
آن احد گفتن به گوش او برفت. چشم او پر آب شد، دل پر عنا، زان احد میافت بوی آشنا. بعد از آن خلوت بدیدش پند، از جهودان خفه میدار اعتماد. عالم السر است پنهان دار کام، گفت کردم توبه پیشت ای همام. همام یعنی ای انسان بزرگوار. خب صدیق لقب جناب ابوبکر، خلیفه اول مسلم بعد از حضرت پیامبر. صدیق صیغه مبالغه از صدق، صدق یعنی راستی و درستی. صدیق صیغه مبالغه فاعله، یعنی کسی که بسیار راستگو و درست کرده. خب میگه که این جناب ابوبکر عبور میکرد، صدای شلاق خوردن و ناله کردن بلال و احد احد کردنش زیر شلاق و بدن خونالوده این رو میدید، خیلی متأثر شد که چرا یک انسان والای مؤمنی باید اینجور شکنجه بشه. میادش یه دفعه مثلا میبینه بلال رو، یواشکی میگه که ببین خداوند عالم السر، خدا بر اسرار قلب های همه ما آگاهه، لزومی نداره تو حالا جلوی اینا بگی که من مسلمونم یا مثلا احد احد بکنه، بلش کن محل نزایی چی نگو که اقلا بنده خودش شکنجه نشه. اینا گفت باشه چشم، من فرمایش شما رو چیکار میکنم؟ عمل میکنم. روز دیگر از پگست دیر تف، آن طرف از بحر کاری می برفت. باز احد بشنید و ضرب زخم خواه، برفروزید از دلش شورشن. باز پندش داد و باز او توبه کرد، عشق آمد توبه او را بخرد. توبه کردن زین نمد بسیار شد، عاقبت از توبه او بیزار شد. میبینید روزی دیگه هم باز این جناب صدیق داشت عبور میکرد، دو مرتبه همین صحنه رو دید، علیرغم که آقا توبه کرده بود که دیگه ادعای مسلمانی نمیکنه، ولی باز هم مثل که توبهش شکونده بود. بنابراین باز اون طرف داشت با خباست کامل این را شلاق میزد. باز بهش گفت آقا من به شما گفتم که چیز کن، نگو نگو، توبه کن، چه میدونم تقیه کن مثلا رو به تعبیر. این گفت باشه، باز دو مرتبه اتفاق گفت، باز گفت باشه، باز اتفاق گفت، تا اینکه آخر سر این آقای بلال از توبه کردن توبه کرد که من دیگه توبه نمی کنم. فاش کرد اسپور تن را در بلا، کی محمد ای عدو توبه ها، ای تن من وی رگ من پرز تو، توبه را گنجا کجا باشد در او، توبه را زین پس دل بیرون کنم، از حیات فول توبه چون کنم. عشق قهار است و من مخور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق. ببینید این زبان حال بلاله. یادتون باشه بلال پیامبر اصلا از نزدیک ملاقات نکرده و پیامبر اصلا بلال نمیشناسه، ولی حالا بلال از دورادور بالاخره پیامبر معروف بود دیگه. بعضی‌ها که میگفتن دیوونه است، بعضی‌ها میگفتن چه میدونم ادعای مثلا پیامبری کرده، این آدم بی سواد چه میدونم عرب یتیم اومده واسه ما خود خودشو مثلا بزرگ بکنه، این حرفا بود. یه دم خب دوستش داشتن، بهش معتقد بودن. بالاخره پیامبر یا گاهی اوقات اذیتش میکردن تو خیابون، خب مردم توجه بهش میکردن. اما بلال خب یه آدم، یه سیاه‌پوستی بود میون هزاران غلامی که مثلا اونجا بود، اینم لای اونا بود، کسی اصلا توجه نمیکرد بهش و کسی نمیشناخت. ایشون داره میگه که من ای پیامبر از به اصطلاح از نور تو قلب من روشن. دقت کنید بلال سیاه‌پوسته اما میگه من قلبم از نور تو چیه؟ روشنه، نورانی است و من نمیتوانم که توبه کنم و از حیات خلد یعنی زندگی بهشتی چگونه من میتونم توبه کنم؟ من پیرو تو که هستم احساس زندگی بهشتی رو دارم. بعد میگه عشق قهار است و من مخمور عشق. قهار یعنی با صلابت، از کلمه قهر میاد دیگه، یعنی با تندی و خشونت به کاری انجام دادن میگه قهرامی زمن کرد. دیگه عشق قهار است، اصلا قهار یکی از لقبای خداوند، یکی از صفات خداوند قهار، همونطور که قفار هست قهار هم هست. دیگه عشق قهار است و من مخور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق. خب این رو میگه
باز ادامه ده. میگه برگ کاه هم پیش تو ای تند با، من چه دانم تا کجا خواهم فتاد، گر هلالم ور بلالم میدوم مقتدی بر آفتابت میشم. مقتدی این دنباله رو از کلمه اقتدا میاد دیگه. شما سر نماز هم میگید کی؟ میگه ما به پیش نماز چیکار میکنیم؟ اقتدا میکنیم، یعنی دنبال این پیش نماز نماز میکنیم. اون میشه لیدر، ما دنبال اون نماز میکنیم. ماه را با زفتی و زاری چه کار، در پی خوشی گوید سایه بار، کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رستخیزی وانگهانی فکر کار، گربه در انبانم اندر دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق، او همی گرداندم بر گرد سر، نی به زیر آرام دارم نی زبر، بوی جانی سوی جانم میرسد، بوی یار مهربانم میرسد. میبینید این نهایت خضوع و خشوع و تواضع بلال رو در قبال حضرت پیامبر داره بیان میکنه، از زبان کی؟ از زبان خود بلال. یعنی به مولانا در نقش بلال داره چیکار میکنه؟ دیالوگ برای ما میگه، برای داره واسه ما توصیف بلال رو از زبان بلال میگه. من مثل یه برگ کاهی هم در یک تور، و شما فکر کنید توی یه تورنیدو یه دونه برگ کاه وقتی میره توی آسمان اصلا معلوم نیست که و کجا میخواد به زمین بیاد. خب اینو داریم. میگه اگر من هلالم، هلال یعنی باریکی به اصطلاح ماه رو میگن هلال ماه دیگه. میگه اگر من مثلا هلال هستم، کوچک هستم، و یا بلال هست، البته هلال اسم یه فرد دیگه هم هست که حالا بعدا بهش میرسیم. میگه اگر من هلالم و یا بلال، حالا این هلال رو به دو من اینجا ایهام بده، مثل اون هلال دیگه که اونم یه برده است، یا اینکه هلال ما هستم که باریک و رنجور و خمیده هستم، من میدوم. چجوری میدوم؟ به دنبال تو میدوم، تو آفتاب منی، پیشرو منی، من دنبال تو میدوم. میگه ماه با زفتی و زاری که کاری نداره، فقط دنبال خورشید حرکت میکنه. میگه من مثل یک کاهبرگی هستم که در مقابل باد قرار میگیره، بنابراین من نمیتونم آرام و قرار داشته باشم. اینکه اون عشقش میجوشه و بیرون میزنه، علارغم که توبه میکنه که بپوشونه محبتش نسبت به پیامبر، اما نمیتونه این کار بکنه، این میزنه بیرون، هر جور میخواد کنترل کنه نمیتونه. میگه بس میگه من رستخیزم، بنابراین من فکر کار نمیتونم بکنم، در من قیامتی برپا شده. خب میگه من مثل یک گربه هستم در انبار. انبار یعنی انبار. خب شما دیدید که گربه اگه شما تو یک زیرزمینی توی انباری جایی درم بسته باشید گیرش بندازید، مرتب میپره این برابر به در و دیوار، خودشو میزنه که یه راه نجات برای خودش پیدا کنه. در همین مواقع میگن که سعی کنید دور بهش نزدیک نشید، چون که وقتی که دیگه مستعصل میشه میپره توی سرصورتتون و چنگ میزنه به سرصورتتون. بنابراین میگه من مثل یک به اصطلاح گربه‌ای هستم که توی انبار گیر کرد. انباری که دوش گیر کرده که غلامی اون فرد جهوده. میگه من توی انبان گیر کردم، بنابراین بالا و پایین میپرم، مرتب نمیتونم آرام و قرار داشته باشم. او همه گرد آمدم بر گرد سر، نی به زیر آرام دارم نی زبر، نه بالا نه پایین، مرتب بالا پایین، بوی جانی سوی جانم میرسد، بوی یار مهربانم. خب اینم اوصاف حال بلال. میگه چون که صدیق از بلال دم درست این شنید، از توبه او دست شد. دیگه حالا جناب صدیق وقتی که حرفای بلال رو شنید دیگه که واقعا دیگه فایده ای نداره، نمیتونی، معلومه که نمیتونی توبه کنی و به اصطلاح کتمان کنی عشق خودت رو، بنابراین آزاد برو هر کاری دلت میخواد بکن، هر چی میخواد بگی بود. حالا این حرفا رو شنیده جناب ابوبکر، اومده خدمت حضرت پیامبر، میخواد چیکار کنه؟ میخواد به سمع و نظر حضرت پیامبر برسونه که آقا یه پیروی شما داری با این مشخصات و اینطوری برخورد میکنه. بعد از اون صدیق نزد مصطفی گفت حال آن بلال باور که فلان که کان فلک پیمای میمون بال چوست، دقت کنید
ببین راجع به یه برده سیاه‌پوستی که عملا اینا رو اصلا جزء معذرت میخوام بالا برای نسبت جناب بلا، این اصلا اینا رو جزء آدمیزاد حساب نمیکردن، به عنوان یه جسم، به عنوان یه کالا بهشون نگاه میکردن، هر بلایی دلشون میخواست سرشون میبردن، اگه هوس میکردن سرشون میبریدن بدون اینکه کمترین به قول معروف حق و حقوق برای اون فرد چه قائل بشه جامعه. دیگه بعد از آن صدیق نزد مصطفی گفت حال آن بلال باوفا. چی گفت؟ اینو گفت کان فلک پیمای میمون بار چوست، این زمان از عشق اندر دام توست. باز سلطان است زان جغدان به رنج، در حدث مدفوع شده است آن زفت گنج. جوخ ها بر باز استم می کنند، پر و بالش بیگناهی می کنند. جرم او این است کو باز است و بس، غیر خوبی جرم یوسف چیست؟ پس میبینید چقدر حرف زیبایی میزنه صدیق راجب بلا، میگه اون یه آقایی که فلک پیماست مبارکه و با بال میمون داره پرواز میکنه در وادی عشق، این زمان از عشق در دام تو افته، خاطر عشقش در دام تو افته به پیامبر. میگه اون باز سلطانه، یعنی جایگاهش رو دست به سر پادشاهه، ولی از جقدان، جقدانی که در خرابه ها و در تاریکی ها زندگی میکنن گیر اون جقدا افتاده و مانند گوهری است که در لجنزار مطمئن شده. حتی حدث معنی بدتری از لجنزار بده، گلخن میشه لجنزار، حدث یعنی محلی که برخواد دپوی کسافت رو میکنن. میگه که مثل یک گوهر طلایی است که در مثلا لجنزار گیر افتاده، جغت ها برش دارن ستم میکنن و دارن پروبالش رو بدون گناه میکنن. جرمش چیه؟ جرمش فقط همینه که اون بازه، با این جغدا فرق میکنه و جرمش خوب بودنشه. دقیقا مثل کی؟ مثل حضرت یوسف. یوسف جرم بیچاره مرتکب نشده، یه بچه ای بود 10 سالش بود، برادرها بهش حسادت کردن، گفتن چرا خوشگله، چرا مثلا محبوب فلان بیستاری، گرفتن افتنش تو چاه، مخواستن بکشنش، حالا نمرد و بردنش. 30 سال بنده خدا اونجا بود، بعد اون خانم زلیخا و بعد از خانم زلیخا زنان مصر و اینا افتاده بودن به جونش، میخواستن اذیتش کنن و اینم اهل این حرفا نبود. مدت ها به زندان افتاد و بعد شکنجه ها در زندان بهش میدادن، شلاق. زلیخا پول میداد که هر روز به یوسف و شلاق بزن، باورتون میشه؟ پول میداد که این بیچاره چیکار نکرده بود، فقط روز مثلا 50 ضربه شلاق، روزی 20 ضربه شلاق، روزی 10 ضربه شلاق بهش بزنن، فقط برای که اذیت بشه. میدونی که چرا مثلا به عشق من تو پشت کردی، تو مثلا به چرقی، اینجوری داستانش. این بنده خدا جرمش این بود که خوب بود فقط. خب جوق را ویرانه باشه زاد و بوم، هستشان برباز از آن خشم جهود. میگه جوق را ویرانه باش از زاد و بود، هستشان برباز از آن خشم جهود. که چرا می یاد آری تو از آن لاله‌زار و جویبار و گلستان؟ یا چرا یادت بود از آن دیار، یا ز قصر و ساعد آن شهریار؟ در ده جغدان فزونی میکنی، فتنه و تشویش در میافکنی، مسکن ما را که شد رشک اسیر، تو خرابه دانی و خانی حقیر. میبینید چقدر قشنگ اون تنگ بینی، اون به اصطلاح تنگ نظری، به اصطلاح اون گروه جغدان رو مقایسه میکنه با بلند نظری و بلند پروازی اون بازی که بلال مثلش هستش. میگه که اون جغدان میگن که این خرابه ما، این محیط که ما قصره، نمیدونم گلستان لالزاره، تو ولی اومدی واسه ما مثلا داری میگی که من جایگاه هم مثلا روی دست سلطانه، من نمیدونم جام توی مثلا گلستانه، توی بهشت فلان، میخوای ما رو تحقیر کنی، میخوای ما رو مثلا فلان کنی، ما خونمون به این زیبایی، تو اسم خونه ما رو گذاشتی خرابه، به ما میگی شما در تاریکی و مثلا زلالت داری زندگی میکنی. بله بله بله
پدرت درد شید آوردی که تا جغدان ما بر تو را سازن شاه و پیشوا وهم و سودایی در ایشان میتنی نام این فردوس ویران میکنی بر سرت چندان زنیم ای بد صفات که بگویی ترک شید و تره ها پیش مشرق چهار میخش میکنند تن برهنه شاخ خارش میزنند اصلا اشتر جای اون بر میجهد او هم میگوید و سر مینهد. میبینید این حرفا رو نقل قول داری میکنه جناب ابوبکر برای حضرت پیامبر، میگه اونا بهش میگن که تو داری به ما مثلا جست میگیری یا داری ترهات واسه ما اجرا میکنی که ما فکر کنیم تو خیلی آدم مثلا بزرگی هستی، بخوام بشی رئیس ما، مثلا ما باید به تو چه میدونم تعظیم کنیم، ارادت مثلا نشون میدی، خیال کردی انقدر تو سرت میزنیم تا این دوزه کلکایی که واسه ما داری میبافی و لافایی که داری میزنی از سرت بپره. برابری میگرفتن رو به شرق که اونجا خورشید از شرق طلوع میکنه، میخوابوندنش اونجا زیر آفتاب، مخصوصا با خار مثلا چه میدونم شلاق خاردار میزدنش و خون از بدن این بیچاره فواره میکنه. خب اینا رو داره آقای ابوبکر برای جناب پیامبر عرض میکنه. باز ادامه میده، دیگه پنها دادم که پنهان داردین سر بپوشان از جهودان لعین، عاشق است او را قیامت آمده است تا در توبه بر او بسته شده است. عاشقی و توبه یا امکان سب این معالی باشند ای جان بس ستبر. توبه که توبه توبه کرم و عشق همچون اجدها، توبه وصف خلق و آن وصف خدا، عشق زوصاف خدای بی نیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. میبینید باز عرض میکنه خدمت پیامبر، آقا من بهشون خیلی توصیه کردم، گفتم آقا نمیخواد به زبون بیاری بپوشون اینو فلان بیسار، اما عاشقیش عشقش در این یه قیامتی برپا کرده که نمیتونه زبونشو ببنده و مرتب در حال طغیان. بعد میگه که عاشق یوتوبه یا امکان سب این محالی باشد ای جان بس ستر. کسی که عاشق نمیتونه توبه. بعد میگه توبه مثل کرمه، اما عشق مثل اجداست، یعنی اجدا اون کرمو به راحتی میخوره از بینش میبره. توبه وصف خلقه ولی به اصطلاح عشق وصف خداونده. بنابراین اصلا جایگاه عشق و جایگاه توبه هم قابل مقایسه نیست. بعد میگه عشق ذوالصفات خدای بی‌نیازه ولی عاشقی بر غیر او چی؟ مجاز. خب مصطفی زین قصه چون گل برشکفت، رغبت افزون گشت و او را هم بگفت. مستمع چون یافت همچون مصطفی، هر سر مویش زبانی شد جدا. مصطفی فرمود اکنون چاره چیست؟ گفت این بنده مرو را مشتری است، هر بها که گوید او را میخرم، در زبان و حیف در زیان و حیف ظاهر ننگرم. کو اسیر الله بی ارز آمده است، سخره خشم عدوالله شده است. ببینید حضرت پیامبر خب وقتی که شنید یه همچین پیروی اینجور واله و عاشق داره خب خیلی خوشحال شد و اون آقای ابوبکر هم جناب ابوبکر که دید حضرت پیامبر توجه به عرایزش داره، اونم دیگه اسب فصاحت در میدان و بلاغت میدوانید و از اوصاف بلال بر حضرت پیامبر میجهد. اینا رو میگه حضرت پیامبر فرمود که خب حالا چه کار کنیم جناب ابوبکر؟ ایشون عرض میکنه که آقا من میرم با مال خودم اینو میخرم، آزادش میکنم، هر قیمتی که اون جهوده بگه من پول میدم بالا سر این بلال، به هر قیمتی هست من اینو میخرم. چرا که این حیفه، این به اصطلاح این یه آدم به قول معروف اسیر خداوند بر روی زمین، یعنی عشق خدا در قلبشه، این اسیر خداوند بر روی، ولی گرفتار کی شده؟ دشمنان خدا بر روی زمین شده. پس برمید مصطفی فرمود که اقبال جو اندر این من میشوم انباز تو، تو وکیلم باش و نیمی بهر من مشتری شو، قبض کن از من سمن. حضرت پیامبرم میفرمایند که بسیار عالیه، فکر خوبیه، باشه به یه شرط، منم شریک
شما میخواد بری اینو بخری، شما از طرف من وکیلی، برو اینو با هر قیمتی که فکر میکنی مناسب استش بخر، 50% هم من میدم، دو تایی با هم دیگه اینو بخریم و مثلا از دست اون جهودار رها. گفت صد خدمت کنم. رفت آن زمان سوی خانه آن جهود بیام. گفت چشم قربان، سمعم و طاعتم، و رفت به سمت خونه اون آقای جهود. حالا تو را که داره میره با خودش حرف میزنه، کی؟ جناب ابوبکر. یه گفت با خود کز کف طفلان گوهر بس توان آسان خریدن، ای پسر عقل و ایمان را از این قوم جهود میخرد با ملک دنیا دیو بود. دقت کنید حرفی که میزنه بسیار حرف پرمعنایی است. دقت کنید به محتوای سخن، اصلا جنبه بازاری نداره حرفش، جنبه اتفاقا بسیار ایمانی داره. جناب ابوبکر با خودش داره میگه که ببین، از دست یه مش بچه به راحتی میشه طلای یک گوهر گرانبهایی رو به قیمت ارزون خرید. خب چرا؟ به خاطر اینکه عقل و ایمان را از این قوم جهود میخرد با ملک دنیا دیو قول. دیو قول یعنی دیو راهزن، دیوی که انسان رو فریب میدهد. میگه دیو راهزن عقل و ایمان را از این مردمان جاهل با ملک دنیا به راحتی میخرد. یعنی چی؟ یعنی انسانهای جاهل عاشق دنیا هستند. کافی هستش که ملک دنیا رو بهشون بدی، عقل و ایمانشون رو به راحتی میتونی ازشون بگیری و بخری و به اصطلاح نابودشون کنی. خب این کار کی میکنه؟ دیو راهزن میکنه. این حرفایی است که آقای ابوبکر با خودش داره میزنه در حالی که داره میره سوی خانه اون جهود. این گوهر از هر دو عالم برتر است، این بخند زین طفل نادان کو خر است. گر بگویم قیمت این ممتنه، من بسوزم هم بسوزد مستمع. میبینید میگه که این گوهر، این گوهری که مظهرش عقل و ایمانه، در کی تجلی کرده؟ در به قول معروف این جناب بلال، که در گرو کی قرار گرفته؟ در گرو اون جهود. بنابراین آقای به اصطلاح ابوبکر میگه که این گوهری است که من باید برم بخرمش از این طفل نادان که اون جهود باشه، نماد جهود باشه که حالا عقل نداره. میگه مولانا میگه اگه قیمت اینو من بگم زبانم آتیش میگیره، که یه آدمی مثل بلال چقدر ارزشمند. خب لب ببند اینجا و خر این سو مرا. رفت این صدیق سوی آن خران. دقت کنید خیلی جالبه، حالا بعدا یه نکته رو براتون خواهم گفت که چرا این از کلمه خر اینجا زیاد استفاده کرده. میگه که به خودش نهیب میزنه مولانا، میگه آقا خیلی خوب دهنتو دیگه ببند، اینوری حرکت نکن، برو ببین که داستان صدیق به کجا رسید. رفت به سمت خونه اون جهودا، حلقه در زد، چو در را برگشود، رفت بی خود در سرای آن جهود. بی خود و سرمست و آتش نشست، از دهانش بس کلام سخت جست. کین ولی الله را چون میزنی، این چه حق دست ای عدو روشنی؟ گر تو راست صدقی است اندر دین خرد، ظلم بر صادق دلت چون میدهد؟ ای تو در دین جهود، ای تو در دین جهودی ماده ای، کین گمان داری تو بر شه زاده ای؟ در همه زاینه کش ساز خود، من گره مردود، اینجا خد بخونیم سعیده، در همه زاینه کش ساز خد، من گره مردود نفرین عبد. میبینید وقتی که ابوبکر وارد تا طرف میره در خونه طرف رو میزن، تا طرف در رو باز بکنه، این با به اصطلاح صلابت و با عصبانیت و با خشونت وارد خونه طرف میشه. معلومه که خیلی سمش هم پرزوره. وارد که میشه برمیگرده بهش چند تا به اصطلاح حرفای سنگین بارش میکنه و
بعدم بهش میگه که تو به چه حقی این بنده خدا رو که ایمان به خدا داره میزنیش. ببین در ایمان به خدا داشتن با اون جهودن به خدا ایمان داره دیگه، این بلال هم به خدا ایمان داره، اما او از دیدگاه یهودی خودش که به اصطلاح اینگونه به جهانیان نگاه میکنه که ما قوم برگزیده خداوند هستیم، با قضیه داره نگاه میکنه و این بلال داره خدای حضرت پیامبر رو ستایش میکنه. میگه این ولی الله رو چرا میزنیش؟ تو این چه حقدی هستش که تو دشمن روشنایی داری تلافی بر سر این بنده خدایی که به اصطلاح به خدا ایمان داره در میاری؟ گر تو را صدقیست اندر دین خود، ظلم بر صادق داره چون میدهد. میگه اگه تو حتی یه یهودی درست حسابی هم باشی، ادعای یهودیت میکنی، کجای دین یهود گفته که به یه آدمی که صداقت دارد در گفتار خودش باید ظلم کرد؟ خب تو ازش میپرسی دین چیه، اینم راستش داره میگه دین من فلانه، تو چرا باید اینو بگیری بی خودی به خاطر دینش کتکش بزنی؟ خب این حتی با معیارهای دین خودت هم جور در نمیاد. ای تو در دین جهودی ماده ای، کین گمان داری تو بر شه زادی. تو خیال میکنی که خب میدونی که جهودا معتقد هستن که نسل از مادر به سلام میرسه، کسی یهودی است که مادر او یهودی باشد. حالا این هم یه داستانی داره مفصله، حالا منهای اون داستان سارا و هاجر که اینا میگن که چون میخوان اعراب رو از خودشون ندونند، میگن که اعراب برادران واقعی ما نیستن، اگرچه اونها هم از نسل ابراهیم هستن، و هاجر یک غلامه، حالا هاجر هم مصری و عرب بود، حالا نمیدونم عرب بود واقعا، ولی به نظر میاد که عرب، چون اسمش هاجره دیگه، اسمش عربی. اینا میگن که نه، میگن که اعراب برادران واقعی ما نیستن، برادران ناتنی ما هستن و خود اینا رو به اصطلاح پسرعموی خودشون به اون شکل نمیدونن، و میگن که یهودی به اصطلاح فرزندان واقعی ابراهیم کسانی هستن که از مادر که سارا باشه فرزند ابراهیم هستن و قربانی هم اسحاق هست و نه اسماعیل. ولی در قرآن و اعتقادات اسلامی ما اسماعیل رو قربانی میدونیم که بعد هم میگیم نسل پیامبر آخر زمان از نسل به اصطلاح ابراهیم و از شاخه اسماعیل هستش. و حالا بعد میگه تو یه یهودی مادرزاد هستی و خیال میکنی که تو شاهزاده ای، خیال میکنی که تو مثلا قوم برگزیده هستی. در همه زاینه کش ساز خط، من گره این مردود نفرین عبد. میگه با این آینه کج خودت به همه نگاه نکن، چون که تو خیال میکنی که همه که غیر تو باشن، غیر یهودی باشن، آدم های پست و دون و ساب هیومن بینز هستن، تو با داری با اون عینک بدبینی خودت به جهان نگاه میکنی، از جمله به بلال هم داری اینجوری نگاه میکنی. پس بنابراین در واقع داره تحقیر میکنه اون به صلاح یهودی رو دیگه. آنچه آن دم از لب صدیق جست، گر بگویم گم کنی تو پاموده است. گفت گر رحمت همی آید بر او، گفت گر رحمت همی آید بر او، زر بده بستانش ای اکرام خوب، از منش واخر چون می سوزد دلت، بی معونت حل نگردد مشکلت. ببینید یهودیه، حبت مولانا میگه خیلی حرفاییه درشت دیگه ای ابوبکر به این یهودی زد، به این جهود زد، که حالا من دیگه نمیخوام بگم و خلاصش میکنم. بعد میگه که جهود برگشته چی میگه، خیلی جالبه، برگشته بلافاصله میبینه که این خیلی دلسوزی داره میکنه برای بلال، میگه که خب آقا اگر دلت میسوزه خب یه بخرش، من میفروشمش. خب خیلی نکته توی هست، قبلا داشت کتکش میزد، گفت تو از دین من برگشتی، تو آدم بدی هستی، میگی احد احد، میگی الله، تو آدم بدی هستی، نمیگی یهوه. پس مروری اونجا داشت میزد، اما حالا بلا فاصله که میبینه که یه مشتری برش پیدا شده، اصلا دیگه به ارزش ها توجهی نداره، میگه من میفروشم، شما میخوایش پول بده برش بده.
اون دیدگاه مادیگرایانه جهود رو به خوبی بیان میکنه مولانا. اینه داریم دیگه که گفت سر خدمت کنم پانصد سجود، بنده ای دارم نکو لیکن جهود. خیلی قشنگه. تن سپید و دل سیاه هستش، بگیر در عوض ده تن سیاه دل منیر. پس فرستاد و بیاوردن همام، بود الحق سخت زیبا را آن غلام. بود الحق سخت زیبا آن غلام، آنچنان که ماند حیران آن جهود، آن دل چون سنگش از جا رفت زود. توی این سه چهار بیت باز نکات ظاهرا خیلی ساده است، آدم ترجمه ساده بکنی خیلی ساده است، اما هزار معنی توش وجود داره. دقت دیگه، گفت صد خدمت کنم پانصد سجود، بنده ای دارم نکو لیکن جود. دقت کنید، میگه من بله میخرم، خدمتم میکنم، سجده هم میکنم، خیلی هم ممنون میشم که اینو به من بفروشی، من با منت اینو میخرم، ولی حالا معامله، من یه به اصطلاح بنده ای دارم نیکوست اما جود، یعنی آنچه که نفی نیکویشو میکنه جهود بودنشه، تمشه کردیم لیکن جهود. این داشته باش، ادامهش میده، تن سپید و دل سیاه هستش، بگیر. این آقا پوستش صورتش سفیده، قیافش هم خیلی زیباست، اما قلبش سیاه. بگیر در عوض ده تن سیاه دل منیر. در عوض این غلامی رو که تنش سیاست اما دلش روشن مثل آفتاب، اینه بدونم. خب پس فرستاد و بیاورد آن همام، بود الحق سخت زیبا. بنابراین ابوبکر طرف رو باشه معامله میکنم، ابوبکر برید اون غلام منو بردید. رفتن غلام رو بردن، او عجب یه پسر جوون خیلی از هم از بلال جوونتر، خیلی خوش قیافه و ترتمیز و مرتب منظم، که حتی این یاری جهوده تحت تأثیر قرار گرفت. آنچنان که ما حیران آن جهود، آن دل چون سنگش از جا رفت زود. ببین یعنی دنیاگرایی، ظاهربینی بر این جهود چی بود؟ 100% غالب بود. این آقای ابوبکر به صراحت داره میگه که این غلام من روش سفیده اما قلبش سیاهه ها، برای این اصلا اهمیت نداره، برای این جهوده. میگه همون وقت که قیافش خوشگله و فلان، من اینو میخوامش، اینو داشته باشیم. بعد حالا به مولانا چی میگه؟ میگه مولانا رو پاگرد داستان، حالا حرفای خودش مقاد بزنگی. حالت صورت پرستان این بود، سنگشان از صورتی مومین بود. دقت میکنی نکته رو؟ باز کرد استیزه و راضی نشد، که بدین افزون بده بی هیچ بود. یک نصاب نقر هم بر بی فزود، تا که راضی گشت حرص آن جهود. قهقه زد آن جهود سنگ دل، از سر افسوس و تنز و قش و قل. فقط میکنی مولانا بلافاصله اول یه جنبندی میکنه از بخش بالایی، میگه به آدم های صورتبین، آدم های ظاهربین، آدم های دنیا پرست، سنگ دلشون با ظواهر مثل موم نرم میشه، با ظواهر دنیا. دیدی؟ حالا دختره یا پسره، حالا من نمیتونم خدا نکرده کسی رو محکوم کنم یا حاکم، میگه مثلا پسره، حالا این دختره باباش نمیدونی چه کار است، تاجر بازاره، میلیاردره، فلانه، پشکوب چیزیه، به درد ما میکنه. ببین دلش موم ثروت بابای دخترش، یا نه دختر خیلی زیباست اما خب حالا دیگه به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ خانوادگی دیگه نمیشه روش خیلی هم حساب کرد، نه خیلی خوشگله، مثلا من اینو بگیرمش تو چهار تا با این ازدواج کنم، مثلا تو چهار تا از این پارتی های شبانه ببرم، کف همه رفقا رو بریدم. توجه کردی؟ به ظواهر دلش نرم میشه. عکسش هم دختره همینطور، فلانی خیلی ثروتمند.
بابا آدمی درست حسابی نیست، ولی نه باشه، پول داره، خونه داره، نه ماشین داره، مازاروتی داشته باشه که دیگه اصلا حرف نداره. میگه اینا سنگ دلشون با ظواهر دنیا نرم میشه. حالا تازه این آقا، این آقا اینقدر به اصطلاح طماعه که حالا ظاهرا این غلام خوشگل خوشتیپ هم به جای اون بلال سیاسوخته بنده خدا در و داغون گرفته، بازم راضی نمیشه. میگه چی؟ میگه یه چیز هم روش بد بدی به. خیلی خوب، این بنده خدا ابو بعد میگه بیای کیسه مثلا نقره هم مثلا حالا 100 دینار نقره هم میده، اون هم داد و این آقا معامله که جوش خورد و بده بستون صورت گرفت، زد زیر خنده گفتش که ای بیچاره سرت کلا رفت از سر افسوس، یعنی مثلا فتنه کردن و خن مثلا مسخره و قلقشی که در معامله کرده بود، یه بیچاره سرت کلا رفت. به کی میگه؟ به ابوبکر. گفت صدیقش که این خنده چه بود؟ در جواب پرسشش، در جواب پرسش او خنده فزود. گفت گفت اگر جدت نبود، نبودی و قرام در خریداری این اسود غلام، من ز استیزه نمی افروختم، خود به عشر اینش می بفروختم. کو به نزد من نیرزد نیم دان، تو گران کردی بهایش را به بانک. میبینید این آقا روانشناسی کرده مثلا صدیق رو، دیگه دیده که این از اول که وارد شده با ناراحتی و به صلاح در پشتیبانی از این غلام در مد، چرا این زدی، چرا این کار میکنید فلان بسا، این گفت اوه این خریدار این غلام است، پس میشه خوب الان بهش انداخت. که دیدید که یه غلام سفید در چیزی رو فلان گرفت، علاوه بر اون به قول معروف یه چیزم گرفت، یه کیسه مثلا نقره هم گرفت. این حرفا دیگه عجبی چره، تو انقدر ستیزه نمی کردی و انقدر خودتو واله و انقدر خودتو خواهان این غلام نشون نمیدادی، من به یک دهم این قیمتی که به من به قول معروف فروختیش من حاضر بودم اینو بفروشمش و این چه به درد من اصلا نمیخوره. حالا اینو میگه میخواد دل ابوبکر رو بسوزونه دیگه، تو باختی توی به صلاح بازی به قول معروف معامله. پس جوابش داد صدیق قبی، قبی یعنی گمراه. پس جوابش داد صدیق ای قبی، گوهری دادی به جوزی چون سبی، کو به نزد من همی ارزد به کون، من به جانش ناظر هستم تو به لون، زر سرخ است و سیه تاب آمده از برای رشک این احمق کده، دیده این هفت رنگ جسم ها در نیابد زین نقاب آن روح را، دیده زین دیده زین دیده ای دیده این هفت رنگ جسم ها در نیابد زندقاب آن روح. دقت کنید، خیلی جالب. جناب ابوبکر جواب جهود این میده، میگه بیچاره ای قبی، ای کسی که گول خوردی، ای کسی که گمراهی، تو یه گوهر رو با یه گردو عوض کردی، یه جواهر رو با یه گردو عوض کردی، مثل بچه ها گول خوردی. این آقایی که تو میبینی پیش من از دو کون، یعنی این دنیا و دنیای دیگه ارزشش بیشتره، من به جان او دارم نگاه میکنم، تو به رنگش داری نگاه میکنی، تو یه سیاه‌پوست میبینی، اما من روح بزرگ و گوهر پنهان او را دارم میبینم. ببینید همش مولانا راجع به چی داره صحبت میکنه، تو اون داستان قبلی هم همین بود دیگه، و یه حقایقی هستن که روپوش شده اند. خب اینجا داره بود میگه زر سرخ است و سیه تاب آمده از برای رشک این احمق کده، میگه این در داخل این احمق ها توی احمق کده این طلا رو گرفتن چیکارش کردن؟ رنگش رو دوده روش مالیدن، رنگش رو سیاه کردن که شماها بهش حسادت نکنید، که شماها بهش آسیب نرسونید، ارزش واقعی وجود او رو درک نکنید. خب میگه دیده ای که رنگ ها را میبیند نمیتواند روح را در نقاب ببیند.
رنگ چشمایی که فقط ظاهربینه، رنگ‌ها رو فقط میبینه، حقایق جهان هستی رو که در پرده قرار گرفته نمیتونه. گر مکیسی کرده ای در بیش، دادمی من جمله ملک و مال خیش. ور مکیس افسوده ای من زهتمام، دامنی زر کردمی از پی وام. سهل دادی زان که ارزان یافتی، دور ندیدی حقه را نشکافتی. خب مکیس کردن یعنی چانه زدن. میگه اگر تو تو این معامله که من تو با هم کردیم یه مداری چونه زده بودی، من به اصطلاح همه ملک و مالم رو میدادم، فقط یه غلام بهت نمیدادم و یه کیسه زر، من همه ملک و مالم رو میدادم. اگر باز هم به اصطلاح چونه میزدی بازم نمیفروختی، من میرفتم از دیگران قرض میکردم دامنی از طلا و جواهر و میآوردم بهت میدادم. بنابراین تو ارزون فروختیش به اصطلاح، چون که ارزانم پیداش کرده بودی، دور رو ندیدی زیرا که حقه را نشکافته بودی. یعنی تو به ماهیت وجودی این بلال بیچاره پی نبردی و همین داری ارزان فروختی. ببینید این با سبقه چی داره؟ سبقه قرآنی داره. این هر شما در سوره یوسف میخوانید که خداوند میفرماید که وقتی برادرها یوسف رو به اصطلاح توی چاه معامله کردن با اون کسانی که اومده بودن سر چاه آب ببرن، میگه و او را به ثمن بخس فروختند. میگه یوسف رو با قیمت ارزانی فروختند. چرا؟ چون ماهیت یوسف رو برادرها درک نکرد. ماهیت یوسف کجا پیدا میشه؟ اونجایی پیدا میشه که بعد از 40 سال زجر و شکنجه و دوری از خانواده و به هر حال اون داستانه که دیگه خودتون میدونید، شد به سلام عزیز مصر. وقتی که برادرانش در نهایت استیصال جلو پاش زانو زده بودن که به ما رحم کن، فلان کن، بیسار کن، ما از گرسنگی داریم میمیریم، بعد این گفتش که من یوسف هستم، اینا گفتن وای یوسف الان میخواد همه ما رو قتل عام کنه با اون بلایی که ما به سرش آوردیم، میخواد باید. و این اینا رو بغل کرد، گفتش که شیطان اعمال شما رو جلوتون جلو چشمتون زینت داد، شما برادران عزیز من هستید، من هرگز به شما آسیبی نمیزنم. این یوسفه، این اون بهاست، اون جواهر یوسف. حالا تازه آقایون برادرها تشخیص دادن که چه گوهری در وجود یوسف وجود داره. خب میگه بخت با جامعه غلامانه رسید، بخت با جامعه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید، او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکروفن، این سیاه اسرار تن اسپید را بود پرستانه بگیر. ایش جاش، این اصطلاح چقدر قشنگه، این سیاه اسرار تن اسپید را بود پرستانه بگیر. ایش جاش ها، سیاه اسرار تن اسپید یعنی چی؟ یعنی اون غلام سفیدی که جای بلال داره بهش میده دیگه. میگه این سیاه اسرار، کسی که اسرارش سیاه یعنی درونش، سرش، باطنش سیاهه اما تنش سفیده، اینو بگی مثل بت پرستا که به ظاهر شمن یا سمن نگاه میکنن و بت زیبا مثلا ستایش کنن در حالی که اون بت در درون چی نداره. میگه بیا اینو بگی، این تو را و آن مرا بردیم سود، این نکن دین و ولی دین جهود. اون سوره به سلام چیز رو لکم دین لکم ولی دین رو داره مثل یه به قول معروف جهودا میخونه، میگه که بگیر دین تو برای تو، دین ما هم برای ما، یعنی چه غلامی که تو دوست داریش مال تو، این غلامی که مال منه مال من. بعد از آن بگرفت او دست بلا، آن ز زخم زرس مهنت چون آن ز زخم زرس مهنت چون خلال شد، خلالی در دهانی راه یا جانب شیر زبانی میشه. آوریدش تا به نزد آن رسول که به جان او کرده بود دینش قبول. بنابراین وقتی معامله تمام شد، دست بلال گرفت و بلالی که بیچاره حالا هم بدنش زخمی بود، هم خون آلود بود، هم لاغر بود، هم شکنجه دیده بود
وضع خیلی خرابی دیگه. اینو برش داشت با همون کمپوزیسیونی که داشت دستش رو گرفت و برش داشت آورد پیش حضرت پیامبر. چون بدید آن خسته روی مصطفی گفت تبت کن فتخوها به با. چون بلال این را شنید از مصطفی خر مقشعنا فتاد او بر قفا. تا به دیری بی خود و بیهوش یا تا به دیری بی خود و بیهوش ماند. چون به هوش آمد شادی عشق. ببینید دیگه وقتی که اینو آوردش، حالا تازه این آقا واسه اولین بار از نزدیک داره پیامبر رو میبینه. وقتی که پیامبر رو میبینه، پیامبر به اصطلاح بهش میگه بیاین تو، دعوتشون میکنه به داخل. اینا میان تو، این به محض که چشمش به چهره و اون شخصیت کاریزماتیک از پیامبر میفته، از نزدیک از شدت وجد و خوشحالیش میشه بیهوش میشه، به زمین میفته و وقتی هم که به هوش میاد تازه شروع میکنه به گریه شادی کردن. مصطفیش در کنار خود کشید کس چه داند بخششی خوب را رسید. چون بود مسی که بر اکسیر زد، مفلسی بر گنج پر توفیر زد. ماهی پژمرده در بحر افتاد، کاروان گم شده زد بر رشاد. میبینید اوضاع به اصطلاح حال و به اصطلاح درونی به اصطلاح جناب بلال رو داره برای ما چیکار می‌کنه توصیف. میگه که وقتی از پیامبر این رو در کنار خودش کشید، بغلش کرد، بوسیدش، نوازشش کرد، این مانند مسی بود که اکسیر کیمیا برش بزن تبدیل به طلا بشه، مانند مفلسی بود که یک گنج دریافت بکنه، مانند ماهی بود که داشت میمرد از بیابی تو خشکی به آب انداخت بشه، مانند کاروانی بود که گم شده بود در بیابان و داشت هلاک میشد از گمراهی و راه نما براش پیدا شد و راه رو پیدا. ببین چه تفسیرات زیبایی میکنه برای بلالی که آره در آغوش پیامبر قرار. آن خطاباتی که گفت آن دم نبی، گرزند بر شب برآید از شبی. روز روشن گردد آن شب چون سبا، من نتانم باز گفت آن اصطلاح. خود تو دانی کآفتاب اندر حمل، تا چه گوید با نبات و با دغل. خود تو میدانی که آن آب زلال می چه گوید با ریاحین و هلال. دیگه اون صحبت هایی که حضرت پیامبر اون دم با بلال گفت، اگر به شب میگفت شب میشد روشن، شب تبدیل به صبح میشد، که میگه اونقدر این بیانات جان بخش بود که من قادر نیستم اینها رو حتی تکرار بکنم، زبان من چرخش اون کلام رو نه. و تو خودت میدونی که آفتاب بهاری با نباتات و خرما چه میکنه. حالا اگه شما ندونید من بسیار خوب میدونم که بهار و مثلا آفتاب بهاری و آب زلال با گیاهان چه میکنه. در واقع گیاهان رو زنده میکنه و اونها رو بارور میکنه، از خمودی و خواب بیرون میاره، شیرینی خرما رو برش القا. گفت ای صدیق، آخر گفتمت که مرا انباز کن در مکرمت. گفت ما دو بندگان کوی تو، کردمش آزاد من بر روی تو. تو مرا میدار بنده و یار و غار، هیچ آزادی نخواهم زیر که مرا از بندگی تو آزادی است، که مرا از بندگی آزادی است، بی تو بر من مهنت و بیادی است. ببینید حالا حضرت پیامبر برگشته به صدیق میگه جناب صدیق، من به شما نگفتم که منم شریک کن در خریدن این غلام؟ تو چطوری رفتی تنهایی پولشو دادی بعد میفتی به منم میگفتی؟ منم یه 50% هزینه رو بالاخره من پرداخت میکردم اون حرفا. این میگه که بلافاصله میگه که آقا این حرفا چیه؟ اون که هیچی، خود منم بنده شما هستی و من اصلا به خاطر شما که به این بنده عنایت داری من این رو آزادش کردم، آزاد کردم به خاطر تو، من این بنده رو آزاد کردم. من اونجا بلال رو شما که من آزادیش رو صادر میکنم که دیگه بلال غلام نیست، میگه من این رو آزاد کردم ولی
از تو یه خواهش دارم که تو منو بنده خودت بکنی. خیلی جالبه. و منو یار غار خودت بکنی، که این داستان یار غار در واقع لقب ابوبکر بدهی، به اون هجرت پیامبر از مکه به سوی مدینه، توی غار جناب ابوبکر در کنار پیامبر بود و در اون سفر این دوتا با هم بودن. میگه تو منو بنده خودت بکن و من اصلا از بندگی تو آزادی نمیخوام، چرا که آزادی من در بندگی توست. یعنی این بندگی نه اینکه یعنی غلام دیگه، یعنی پیروی تو، پیروی تو. بعد دیگه و اگر تو نباشی من در وسلا عذاب هستم. درست عکس این بلالی که در خدمت جهود بود، در حضورش دچار عذاب بود از اون جهود، این میگه من میخوام بنده و غلام تو باشم که از عدم وجود تو من در عذاب هست. این جهان را زنده کرد، این جهان را زنده کرده ز استفا. اصلا محمد مصطفی، مصطفی یعنی برگزیده دیگه، پیامبر لقبش هست بهش میگه محمد مصطفی صلوات الله علیه، مصطفی یعنی برگزیده. ای جهان را زنده کرده ز استفا، خاص کرده عام را خاص مرا. خواب ها می دیدم، خواب ها می دید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. از زمینم برکشید او تا سما، همراه او گشته بودم ز ارتقا. خب میگه که من ای کسی که به اصطلاح تو جهان رو به اصطلاح برگزیده جهان هستی و دنیا رو به اصطلاح خاص کردی، عامه رو خاص کردی، عامه ای که به تو پیروی کردن تو اونها رو بزرگ کردی به خاطر این ایمانی که داشتن. به خصوص که من دیگه، من وقتی بچه بودم، جوان بودم، خواب دیدم که آفتاب بر من سلام و من رو به آسمان میکشه و من همراه او به آسمان میرم. گفتم این ماخولیا بود و محال، هیچ گردد مستحیلی وصف حال، چون تو را دیدم بدیدم خویش را. آفرین آن آینه خوشگیش را، چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم من ای روح العباد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. گشت عالی همت از تو چشم من، یا چشم من جز بخاری ننگرد اندر زمن. نور جستم خود بدیدم نور نور، حور جستم خود بدیدم رشک حور. یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. در پی جنت بودم در جستجو، جنتی بنمود از هر جزو تو. خب دقت کن دیگه، من وقتی که اون خواب رو دیدم فکر میکردم که مالی خولی هست و اساسا باور نمیکنم یه آدم به سالا بی سر و تهی مثل من به این مقام بخواد برسه. ولی حالا که تو رو دیدم، دیدم که او آنچه که دیدم درست است و من واقعا در کنار خورشید قرار گرفتم و با این خورشید با آسمان دارم پرواز میکنم. دیگه وقتی که تو رو دیدم محالم حال شد و به اصطلاح جان من غرق در نور و عظمت خداوند شد. میگه وقتی تو رو دیدم، ای کسی که روح البلاد هستی، یعنی روح زندگی هستی، روح جهان هستی، مهر این خورشید از من دور شد. یعنی خورشید پیش چشم من کم نور شده در مقابل نور. میگه همت من انقدر عالی شده در کنار تو که دیگه من زمین رو بهش نگاه نمونم، کل جهان هستی برای من بی‌ارزش شده. میگه من دنبال نور بودم ولی نور نور رو در کنار تو دیدم، دنبال حور بودم ولی به اصطلاح تو رو دیدم که رشک حوران هستی، یعنی زیبارویان در مقابل تو رشک ورزی میکنن. یوسف دنبال یه یوسفی میگشتم سیمتن زیبا، اما دیدم تو یوسفستانی، اصلا یوسف نیستی، یک یوسفستان هستی. و در پی جنت بودم و دیدم که از هر جزی از وجود تو جنتی برخواسته است. خب من با اجازتون یک بریکی به شما رو ببخشید.
اما در ادامه داستان قبلی یه داستان دیگه وجود داره، قصه هلال. یادتون باشه بلال، هلال، بلال آدم معروفیه به هر حال، همه میشناسن بلال، اذان میگفت و در رکاب حضرت پیامبر بود و قصر هذا. اما حالا هلال، یادتون باشه همین این داستان بلال و هلال در قالب اون کانتکستیه که جواهری در جهان هستی هست که این جواهر ظاهرا پیدا نیست. اینجا از دو تا آدم جواهرگونه ای صحبت میشه که ظاهرشون سیاهه، قلبشون چیه؟ منوره. قصه هلال میگه که بنده مخلصی بود، خدای را صاحب وسیلت و بی تقلید، پنهان شد در بندگی مخلوقان جهت مصلحت. حالا ادامه قضیه رو بخونی ببینیم چی میگه. چون شنیدی بعض اوصاف بلال، بشنو اکنون قصه ضعف هلال. از بلال او پیش بود اندر روش، خود خوی بد را پیش کرده بد کشش. نه یه بار دیگه، از بلال او پیش بود اندر روش، خوی بد را بیش کرده بود کشش. نه چو تو پس رو که هر دم پستری، سوی سنگی از میروی از گوهری. دقت کنید دیگه آقا، شما قصه بلال شنیدید، داستان بلال که دیدید چه اتفاقاتی افتاد، حالا قصه هلال رو بشنید. اصلا هلال یعنی باریک دیگه، اما هلال ما هم که میگن با حلال فرق، حلال به اصطلاح با هی جیمیه به معنی حلال، ضد به اصطلاح حرام، ولی این هلال یعنی باریک. بعد اینجا میگه که این آقای هلال حتی از بلال پیشروتر بود و بدرفتاری های بیشتری حتی از بلال درک کرده بود، به اون صاحبانش، اون کسانی که بهش ظلم میکردن، بیش از بلال بهش ظلم کرده بود. چون دیگه حالا حسابش رو بکن که اون بلال بیچاره که هر روز شلاق میخورد با خار و بدنش هر روز خون میزد، فکاری میکرد بیرون از شلاق خوردن، حالا دیگه این از اون بیشتر که بدی ها رو تحمل کرد. بعد دیگه نچو تو پس رو که هر دم پستری، سوی سنگی میروی از گوهری. این بلال و هلال هر دوشون پیشرو بودن، یعنی از این جسم خاکی به یک گوهر روحانی رسیده بودن و مقامشون رفت بالا. اما تو آدم پسروی هستی، از گوهر داری به سمت سنگ شدن حرکت میکنی. در قدیم میگفتن که هرچه سنگ در معادن آفتاب میخورد تغییر ماهیت میده و در لانگ ترم، در دراز مدت، سنگ تبدیل به گوهر میشه. حالا میگه ولی شماها آقایون مردمان عادی، برخلاف بلال و هلال که مسیر تعالی رو طی میکردن، شما مسیر ذلت رو طی میکنید. خب بود هلال استاد دل، بود هلال استاد دل جان روشنی، سایس و بنده امیر مومنی. سایسی کردی در آخر آن غلام، لیک سلطان سلاطین بنده نام. سایس اسباب نفس خیش، هم از فراوان کس شده در پیش هم. دقت میفهمید، میگه که این بلال، این هلال آدم استادی بود، دل روشنی داشت و سایس بود. سایس این مربی و بنده امیر مؤمنی هم بود. حالا دقت کنید، اون به سر صاحب اون جناب بلال یه یهودی بود، اما اینجا صاحب این آقای هلال یه مسلمونه، ظاهرا مسلمون هم هست، مؤمن هم هست، به خدا ایمان داره، به پیامبر هم ایمان داره، اسم خودش هم مسلمون میذاره. خوب دقت کنید، این آقا مربی اسبه، همین آقای هلال مربی اسبه، ضمن اتاقش و خونش هم یا محل زندگی و خوابش هم تو همون طویله است، همون طویله ای که داره اسبا رو به قول معروف تیمار میکنه، اونجا هم داره زندگی هم میکنه. ایشون سلطان سلاطین در روح، اما اسمش بنده است. یعنی چی؟ مثل لقمان بود که میگفت لقمان بنده
اون اربابش بود، اما در واقع سلطان بود. خودش سلطان بود، روحش سلطانی بود، ولی خب بنده بود. اینجا هم همین، این آقای هلال سلطان بود در قلب و روح، اما خب ظاهرا بنده این آقا بود. تو طویله هم زندگی ایشون هم مربی اسباب بود و هم مربی نفس خودش، پس یعنی چی؟ مرتب خودش کار میکرد، مرتب خودسازی میکرد و به همین دلیل از خیلی ها پیشروتر. خب اینو داشته باشید. آن نمیر از حال بنده بیخبر که نبودش جز بلیسانه نظر. دقت کنید، میگه این اربابش از حال این هلال بیخبر بود. چرا؟ به خاطر که دیدش نسبت به بلال نظر بخواد، دیدش نسبت به هلال مانند دید ابلیس بود نسبت به آدم. یعنی چی؟ همونطور که ابلیس گوهر وجودی حضرت آدم رو ندید و جسم خاکی او رو دید و گفت این از من پستره، این آقای مسلمون مؤمن هم هلال رو به عنوان یه برده میدونه. حالا برده مسلمونه خب باشه فرض، ولی خب یه سیاه‌پوسته و برده است، ایشون در مقام من نیست. اینجوری به بلال نگاه، به هلال نگاه. آب و گل می دید و در وی گنج نی، پنج روزش پنج و شش می دید و اصل پنج نی، رنگ تین می دید و در وی دین نهان، هر پیامبر این چنین بود در جهان. توصیفات میکنه دیگه دیدگاه آقای ارباب و نسبت به هلال، که میگه بله ایشون به اصطلاح ظاهر این آقا رو میدید، گنج وجودیش رو درک نمیکرد، پنج و شیش رو میدید اما اصل پنج و شیش یعنی اون ظواهر به اصطلاح چیز، ظواهر پنج حس انسان رو میدید و یا مثلا بعد زمان رو هم در کنارش قرار بدیم، اینا رو میدید در مورد آقای هلال، اما اصل اون پنج که به اصطلاح ذات و وجود او هستش اون رو نمیدید. میگه رنگ خاک رو میدید ولی دینی که در نهان او پنهان شده بود، ایمان و اعتقاد خالص او رو نمیتونست ببینه. درست مثل پیامبران که در زمان خودشون یا میگفتن اینا دیوونه، یا میگفتن مجنونه، اینا نمیدونم خودخواهن، نمیدونم خود بزرگ بینن، از این تهمت ها به پیامبران میزد و واقعیت وجودی اونها رو درک میکرد. آن مناره دید و بر وی مرغ نی، بر مناره شاه باز پرفنی، وان دیگر می دید مرغی پرزنی، لیک مویی بر دهان مرغ نی، آنکه او ینظر به نور الله بود، هم ز مرغ و هم ز مو آگه بود. ببینید میگه درست انسان ها ابعاد مختلفی از بینش رو دارن دیگه، همه که مثل هم نیستن، همه کور نیستن، همه هم دیده بصیرت کامل ندارن. میگه یک کسی هستش که مناره رو میبینه اما مرغی که روی مناره است نمیبینه، یکی مرغه رو میبینه اما مویی که بر منقار مرغ است او را نمی‌بینه. پس مراحل بینش انسان ها چیه؟ متفاوت. و ولی آن کسی که به نور الهی نگاه می‌کند یا با نور الهی نگاه می‌کند، هم مرغ و هم مناره رو می‌بینه، هم مرغ رو می‌بینه و هم اون موی باریکی که در منقار مرغ وجود دارد. گفت آخر چشم گفت آخر چشم سوی موی نه، تا نبینی مو به نقش آید گره، آن یکی گل دید نقشین در وحل، وان دگر گل دید پر علم و پس اینو وحل بکنید که این بر درست نده، آن یکی گل دید نقشین در وحل، وان دگر گل دید پر علم و عمل. میبینید درست باز دیدگاه نشون میده دیگه، میگه یکی یه گل میبینه، یه کوزه میبینه مثلا فرض کن و یه کوزه زیبا میبینه، خیلی این بینشش در این حد از گل میتونه تصور یک کوزه زیبا رو بینه. اما یکی یه گلی میبینه که پر علم و عمل هستش، یعنی بسیار یه جسمی میتونه از یک گل ساخته بشه که بسیار کارها انجام بده. تمامی که ما از آهن مثلا چه میدونم یه دی میتونن در این حد از تکنولوژی هستن که از آهن و لوازمی که دارن میتوانن چه میدونن یه اتومبیل مثلا بسازن، یه عده با همین دارن ستلایت میفرستن به مریخ و نمیدونم
فراتر از مریخ این وارم بر. پس بنابراین اون بینش و دانش انسان ها با هم متفاوت. حالا از قضا رنجور شد روزی هلال، مصطفی را وحش شد غماز حال، بود ز رنجوریش خواجش بی خبر، که بر او بود کساد، که بر او بود، که بر او بود کساد بی خطر. خفته نه روز اندر آخر محسنی، گفته نه روز اندر آخر محسنی، هیچ کس از حال او آگاه نی. خب دیگه آقای بلال مریض شد، آقای هلال مریض شد، خداوند از طریق وحی حضرت پیامبر اطلاع رسانی کرد که آقا یکی از پیروان، یکی از بندگان صالح ما مریض. اما اون آقایی که ارباب این جناب هلال بود از حال روز هلال بیخبر، زیرا که برای هلال اهمیتی قائل است. او در آخر کنار اون اسباب و اون حیوانات دیگه خوابیده بود از شدت ضعف و بیماری و هیچ کس از حال او خبردار نشد. خیلی جالبه مثلا این هلال فرض کنید که 4 روز 5 روز یه هفته است از توی آخر نمیتونه بیاد بیرون بیچاره و اربابش اصلا حالیش نیست که این اصلا پیداش نیست، درشه گردی اینقدر نسبت بهش میتبود. آن که کس بود و شهنشاه کسان، عقل صد چون قلزمش هر جا رسان، وحیش آمد رحم حقم خواه شد که فلان مشتاق تو بیمار شد. مصطفی بهر هلال با شرف رفت از بهر عیادت، در پی خورشید وحی آن مه روان، وان صحابه در پیش چون اختران. میبینید که حضرت پیامبر از طریق به اصطلاح جبرئیل آگاه میشه که به اصطلاح یه همچین بیماری وجود داره، ایشون هم مشتاق میشه که بره ازش عیادت کنه، پس برابر این حرکت میکنه حضرت پیامبر به سمت اون مزرعه ای که مثلا هلال و اربابش و دیگران اونجا کار میکردن زندگی میکردن، ایشون مثل خورشید به راه افتاده و بقیه صحابه هم به دنبالش مانند ستارگان و ماه و ستارگان به دنبال ایشون حرکت کردن که برن به عیادت جناب هلال. میر را گفتن که سلطان رسید، او ز شادی بی دل و جان بجه، برگمان آن ز شادی زد به دست، که شهنشه بهر آن میر آمد است. چون فرود آمد ز غرفه آن امیر، جان همی افشان پای جان همی افشان پا مزد بشیر، پس زمین بوس و سلام آورده او، کر رخ را از طرف چون ورد او، ورد یعنی گل سرخ، گفت بسم الله مشرف کن وطن، تا که فردوسی شود این انجمن، تا فزاید قصر من بر آسمان، تا که دیدم قطب دوران زمان. دقت کنید وقتی که خبر میرسه به این جناب به اصطلاح بزرگ اون طایفه، بزرگ اون منطقه، رئیس اون مزرعه، مثلا صاحب اون مزرعه، که آقا جناب پیامبر داره میاد به اینجا، اون خیلی خوشحال میشه و خیال به این خیال که پیامبر برای دیدن اون مثلا داره میاد، آدم مؤمنی بود، مسلمان بیتر، خیلی خوشحال میشه و مثلا آب و جارو میکنه و فرش مثلا فرش کنه میندازه و چه میدونم مثلا کرسی میذاره و میز میذاره و از این حرفا که پیامبر بیاد مثلا از پیامبر پذیرایی کنه، و تا حضرت پیامبر هم میبینه که به اصطلاح اومد، فوری از اون اتاقش میدوه بیرون و سلام میکنه و تعظیم میکنه و خوش آمد میگه و از این حرفا که به به شما صفا آوردید و مفتخر کردید بنده رو که پا مثلا به کلبه ما گذاشتید و از این حرفا دیگه، میگه دیگه این خونه ما دیگه جاش تو آسمونه که پیامبر اومده به دیدن من، اینجوری میگه. گفتش از بحر اتابان محترم، من برای دیدن تو نامدم. گفت روح هم آن تو، خود روح چیست؟ هین بفرما کین تجشم بحر کیست؟ تا شبم من خاک پای آن کسی که به باغ لطف تو
توستش مقرسی، مقرس این جایگاه که به باغ لطف توستش مقرس، میگه که تا این طرف میده و این چرب زبونی و بزار بردار رو به فرما میزنه، حضرت پیامبر خیلی از روی عتاب با ناراحتی برمیگرد بهش میگه ببین من برای دیدن تو اینجا نیومدم، حواست باشه. اون برمیگرده میگه که بگو برای کی اومدی که من روحم و فدای او بکنم، که اون انقدر اهمیت داشته که حضرت عالی به خاطر او اومدید به این جایگاه، من خاک پای اون میشم. خب چون چنین گفت او و نخوت را بران، مصطفی ترک عتاب او بخواد. پس رو گفتن کان هلال عرش کو، همچون مهتاب از تبریز و فرش کو، آن شهی در بندگی پنهان شده، بهر جاسوسی به دنیا آمده، تو مگو کو بنده با خورچی ماست، این بدان که گنج در ویران هاست. ای عجب چون است از سقر آن هلال، که هزاران بعد هستش پایمال. تمثیل ها و به قول معروف ایهام هایی که تو این چند تا بیت به کار برده شده از نظر سنتی شعری بسیار بسیار زیبا و قابل اهمیت. دیگه چون چنین گفت او و نخبت را بران، مصطفی ترک عتاب او بخواد. دیگه که وقتی حضرت پیامبر دید که نه اون خیلی به صلاح نخبت و اینا رو کنار گذاشته و با این که میگه ببینم تو دنبال کی اومدی که من خودم و خود پای او بکنم، حضرت پیامبر دیگه از اون موضع عتاب و خطاب بیرون اومد و برگشت بهش گفتش که این هلال عرش کو. ببین هلاله، اسمش هلاله، ولی میگه هلال عرش، اون کسی هلالی که در آسمان است. میگه این هلال عرش کو، همچون مهتاب از تواضع فرش کو. میگه این که مثل مهتاب میمونه ولی تواضع کرده و فرش روی زمین فرش شده، خودشو به صورت یک بنده در آورده، او کجاست؟ ببین چه تعبیرات به کار برد، چقدر قشنگ. آن شهی در بندگی پنهان شده، او شاهی که خودشو در غلامی پنهان کرده، بهر جاسوسی به دنیا آمده، این آدمی است که اهل بهشت، اهل عرش. خداوند اینو چند روز فرستاده بین ماها که ببینه ماها چی کار میکنیم. ای خدا حالا بعدا یادم بندازید داستان نخود بهشتی رو براتون بگم. خب میگه آن شهی در بندگی پنهان شده، بهر جاسوسی به دنیا آمده، تو مگو کو بنده با خورچی ماست، این بدان که گنج در ویران هاست. میگه تو نگو که این هلال آقا مثلا چه میدونم آخربان ماست، چه میدونم میر آخر ماست، چه میدونم مربی اسبای ماستش. نه، بدون که گنج در ویران هاست، اون یک گنجه، تو ظاهرا به صورت یه بنده داری میبینیش، اون کجاست؟ ای عجب چون است از سقمان حلال، سقم یعنی بیماری، ای عجب چون است از سقمان حلال، که هزاران بدر هستش پایمال. میگه اون هلالی که هزاران بدر ماه کامل در جلوش پایمال او هستند، به من بگو که اون حالش از بیماری چطوره، حالش چطوره. حالا این بنده خود اصلا نمیدونه اون بیماره، اون نمیدونه چه خبره. خب دقت کنید. گفت از رنجش مرا آگاه نیست، لیک روزی چند بر درگاه نیست، صحبت او با سطور و استر است، سایس است و منزل او آخر است، رفت پیغمبر به رغبت بهر او، اندر آخر آمد اندر جستجو، بود آخر مظلم و تنگ و پلید، این همه برخواست چون الفت رسید. الفت یعنی دوستی دیگه، از لود مثلا الفت یعنی نزدیک شدن. این که شما میگی کتاب نمیشه مثلا تألیف مثلا فلانی، تألیف یعنی مطالبی را از جاهای مختلف جمع آوری کرده، اینها رو با هم چیکار کرده؟ نزدیک کرده، با هم دیگه ادغام کرده، یک متنی رو وجود آورده، میگن تألیف. جمع‌آوری اطلاعات کرده، یک کتابی رو مثلا تهیه کرده، بهش میگن تألیف فلانی. وگرنه بعد بریم بگیم تقریر فلانی. اگر یک کسی یه متنی رو صرفا بر اساس عقل، مثل فلاسفه که میشن تئوری‌های نظری خودشون می‌نویسن، اونجا دیگه نمیگن تألیف، میگن چی؟
میگن تقریر فلان، یعنی نویسنده ابتدا به ساکن و اوریجینالیتی افکار خودش رو به اصطلاح ریکاز اومده. ولی اگر شما بیایید افکار مثلا مختلف از فلاسفه مختلف رو بیاری راجع به یک موضوع خاصی، اینا رو بیاری در کنار هم قرار بدی، بعد مقایسه کنی، بعد نمیدونم مثلا تحلیل کنی، میگن تألیف کرده، کتاب رو تألیف کرد. خب این از نظر کلام، این کلمه الفت رو خواستم براتون توضیح بدم. پس بنابراین ایشون داره میگه که والا من خبر ندارم، فقط انقدر خبر دارم که ایشون توی آخر بعد باشه و مدتی هم هست که من نمیبینمش. پیامبر میره به سمت آخر که ببینه این هلال کجاست چیکار کنه. حالا دقت کنید، میگه آخر هم تاریک بود مظلم و هم تنگ بود و هم کثیف، و به محضی که پیامبر گام داخل اون آخر گذاشت تو گویی که همه جا زیبا و روشن شد. بعد چه اتفاق افتاد؟ بوی پیغمبر ببرد آن شیر نر، همچنان که بوی یوسف را پدر. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. به چقدر قشنگ میگه که به محضی که بوی پیامبر پیچید داخل اون به اصطلاح آخر، شما دقت کنید این حرف حرف خیلی نمادی. البته معروفه که پیامبر همیشه عطرهای خیلی درجه یک استفاده، اصلا پیامبر همیشه به خوشبویی معروف بود. میگفتن وقتی که پیامبر از یک کوچه عبور میکرد تا مدتی بعد از عبور پیامبر بوی عطر پیامبر تو کوچه بوده و به صلاح چیزها به قول معروف مردم میدونستن که پیامبر از این کوچه عبور کرده، از این خیابون عبور کرده، میفهمیدن اینقدر یعنی به بوی خوش حضرت پیامبر علاقمند. میگه که بوی پیامبر که توی چیز پیچید، تو آخر پیچید، مثل بوی مثلا یوسف بود که باباش از فاصله دور گفت من بوی یوسف رو احساس. این چیز قرآن هم هست، آیه قرآن کریم هست، میگه اگر مرا به دیوانگی به اصطلاح متهم نکنید به شما میگویم که من بوی یوسف را احساس میکنم. هنوز یک شبانه روز مثلا کاروان به قول معروف پسرانش که میخواستن برسن به باباه تورا بودن که برسن، ولی اینگه من بوی یوسف را دارم احساس میکنم. بعد اینو میگه موجب ایمان نباشه معجزه، میگه معجزه برای ایمان به اصطلاح به درد نمیخوره. انسان هایی که به اصطلاح ایمان می آورند به خاطر معجزه نیست که ایمان می آورند، معجزه برای ترسوندن کفار. اگر تو دست به اصطلاح حضرت مثلا موسی حالا عصا میشه اژدها مارای اونا رو میخوره برای که فرعون داره دستش رو بترسونه، وگرنه اونهایی که به موسی ایمان میارند حس سنخیت با موسی میکنن که به موسی به اصطلاح ایمان میارند، یعنی حس میکنن که این همونیه که ما باید بهش ایمان داشته باشیم، این همونیه که الگوی ما میتواند باشه، ما هم دلمون میخواد که مثل او باشیم. درست کردی؟ بوی جنسیت احساس میکنن. پس بنابراین اندر آمد او زخاب از بوی او، گفت سرگیندان درون زینگونه بو. دقت کن کجا گفت مولانا؟ گفتش که سخنان من تو اون داستان قبلی بود که عاشق معشوق به عاشق گفت امشب میام برات لوبیا میارم، وقتی اومد خواب بود و بعد قیچی کرد آستینش و بعد گردو توی دامنش گذاشت، یعنی برو فعلا گردو بازی. بعد مولانا گفتش که اما من سخنان من مانند آب زلالی است که آنهایی که مستسقی هستند، تشنگان هستند، اونها هرگز با شنیدن صدای آب یک مستسقی در خواب باقی نمی ماند، حتما بیدار می شود. شد؟ اینجا اینه داره میگه، میگه که این تا بوی پیامبر در چیز پیچید، در آخر پیچید، یه باری از خواب بیدار شد. چی گفت؟
گفت داخلش سرگیندان و یه همچین بویی، این بیدارش بیدارش از میان پای استوران بدید دامن پاک رسول بیندید. پس ز کنج آخر آمد قژقژان، روی بر پایش نهاد آن پهلوان. این هم توی که خوابیده رو زمین دیگه بیچاره، از لای پای اسبا احتمالا دامن پیامبر و پای پیامبر رو دید و تشخیص داد، اون بور تشخیص داد. میگه قژقژان یعنی سینه خیز اومد بنده خدا، یعنی نمیتونه سطح و عجش بلند شه، به سختی دلا دلا سینه خیز اومد و صورت خودش رو گذاشت بر روی پای حضرت پیامبر. پس پیامبر روی بر رویش نهاد، بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد. گفت یارا تو چه پنهان گوهری، ای غریب عرش چونی خوشتری؟ گفت چون باشد خودان شوریده ها، که در آید در دهانش آفتاب. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. میگه که وقتی که اومد پیامبر اینو بغل کرد، روی خودش رو روی مبارک خودش رو بر روی او گذاشت، بوسیدش، احوالش رو پرسید، نوازشش کرد، گفتش که یارا تو چه پنهون گوهری هست، ای غریب عرش چونی پشت تو، یک غریبی هستی که از عرش آمده، تو روی زمین غریبی، تو یک گوهری هستی که بر روی زمین غریبی، حالت چطوره؟ ببین خیلی مقامه ها که پیامبری که مردم آرزو داشتن که باش فقط حرف بزنن، صداشو بشنون، دقت کنید، آنکه عالم مست گفتش آمدی، اون آرزو داشتن که حرفشو بشنون، باش دو کلمه هم کلام بشن. این اینو بغل کرده، ما چش میکنه، نوازشش میکنه، میگه تو یه گوهری هستی که روی این جهان، تو این کره خاکی غریبی، تو از آسمانی هستی، تو گوهر آسمانی هستی، بعد حالت چطوره؟ وقت چی میگه اون؟ میگه گفت چون باشد خودان شورید خواب، که در آید در دهانش آمد. میگه اون کسی که شورید خواب هست، یعنی خوابای چه میدونم کابوسگونه ای رو داره میبینه، در تاریکیه، در استرابه، اما توی دهانش یک باره خورشید روشن میشه، خورشیدی که جان او رو چیکار میکنه؟ از همه تاریکی ها بیرون میآورد و نه تنها بیرون میآورد، نور افشان میکنه. تو حال من با دیدن شما مانند اون انسان خواب‌آلودی است که خوابهای پلید میبیند، اما حالا یک باره در دهانش روشنایی ظهور میکند و جان و جانش و اطراف خودش رو هم چیکار میکنه؟ روشن. من امیدوارم که همه ما مورد لطف و عنایت خداوند قرار بگیریم و این خورشید در قلب و جان همه ما روشن بشه. خیلی ممنونم از توجهی که داشتید و امیدوارم که خداوند همه شما را در قلب خودش حفظ بفرمایید. بسیار عالی.